میشه گفت از زمان شروع این هفته آلت کوین ها و بیت کوین نوسانات کمی رو داشتن که نشون دهنده تردید تریدرها در ارتباط به حرکت بعدیه. در ادامه به معرفی 5 ارزی که باید این هفته زیر نظر داشته باشید میپردازیم. ۳۶۹ عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم به معرفی 5 ارزی که باید در این هفته زیر نظر داشته باشید بپردازیم. پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. بیتکوین. بیتکوین در 22 آوریل به زیر قیمت 40,000 دلار رسید، اما فروشنده ها نتونستن از برتریشون در بازار استفاده کنن. بر اساس کندل هایی که به روز 23 و 24 آوریل مربوطه، میشه فهمید که هم فروشندگان و هم خریداران هر دو در تصمیم گیری مرددن. اگه فروشندگان قیمت رو به زیر سطح 39,000 دلار برسونن، این احتمال وجود داره که این روند نزولی تا کف کانال سعودی ادامه پیدا کنه. انتظار میره که در اون سطح خریداران از اون حمایت کنن. اگه قیمت بیت کوین بعد از رسیدن به حمایت کف کانال بتونه با قدرت به سمت بالا برگرده، میشه اون رو مفهومی برای خرید در کفهای قیمتی دونست. برای پایان اصلاح قیمت، باید خریداران مقاومت میانگین متحرک ساده 50 روزه رو در قیمت 41,933 دلار رد کنن. پولکادات. این ارز هم در روزهای اخیر در حدود مقاومت 39,000 دلاری نوسان میکنه. فروشندگان تونستن مانع پیشروی خریداران بشن. نکته ای که وجود داره اینه که خریداران هم عقب نشینی خاصی نداشتن. در صورتی که حمایت 18 دلاری این ارز شکسته بشه، احتمال سقوط قیمت پولکادات تا 16 دلار وجود داره. از طرف دیگه در صورتی که خریداران قیمت رو به بالای میانگین 50 روزه در 19 دلار برسونن، شتاب سعودی قیمت رو شاهد خواهیم بود. در صورت تحقق این مورد میشه به جهش قیمتی تا سطح 23 دلار امیدوار بود. مونرو. میشه گفت که مونرو در روزهای اخیر درگیر اصلاح جهش قیمت قبل بوده. در 22 آوریل که قیمت 290 دلار بود، این مقاومت روانی 300 دلاری فروشنده ها شروع شد. ادامه قیمت تا سطح میانگین متحرک 20 روزه ممکنه سقوطی رو تجربه کنه. این سطح میتونه به عنوان حمایتی قدرتمند برای مونرو عمل کنه. در صورتی که قیمت بازگشتی قدرتمند از این سطح داشته باشه، میتونه به معنی تشدید فشار خرید در کفهای قیمتی باشه. در صورتی که خریداران موفق بشن، باید برای ادامه روند صعودی در انتظار 340 دلار باشیم. ایپ کوین. کندل قیمتی این ارز اخیراً از حدود مثلث متقارن روی نمودار خارج شده که ثابت می‌کنه بلا تکلیفی خریداران و فروشندگان در روزهای گذشته در نهایت به نفع خریداران به پایان رسید. شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه روندی صعودی داشته. حالا میشه مقاومت رو در سطح 18 دلار و 44 سنت دید.
لازمه بدونید که ایپ کوین در 22 آوریل نتونست این سطح رو پشت سر بذاره. در صورتی که از سطح فعلی جهش قیمت صورت بگیره، خریداران برای رسیدن به قیمت بالای 18 دلار و 44 سنت تشویق میشن. در صورت عبور از این سطح، منتظر عبور اونها از سطح 20 و 24 دلار خواهیم بود. پنکیک سواپ. این ارز اخیراً تونسته بازگشت صعودیش رو از خط روند نزولی روی نمودار یک روزه خودش آغاز کنه. خریداران این مقاومت رو تبدیل به حمایتی جدید کردن. علاوه بر این، قیمت میانگین متحرک نمایی 20 روزه هم پشت سر گذاشته شده. خریداران در تلاشند تا متحرک ساده 200 روزه 11 دلار و 52 سنتی رو پشت سر بذارن. شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه و میانگین متحرک ساده 50 روزه روند هر دو صعودیه. میشه گفت که شاخص قدرت نسبی هم در ناحیه مثبت قرار داره. اگه خریداران موفق بشن که قیمت رو به بالای میانگین متحرک ساده 200 روزه برسونن و موقعیتشون رو در اون ناحیه تثبیت کنن، پنکیک سواپ برای جهش تا 13.5 دلار و سپس 15 دلار شانس بیشتری خواهد داشت. اما باید این نکته رو در نظر داشت که اصلاح قیمت از سطح میانگین متحرک ساده 200 روزه به این معنیه که فروشندگان بازار همچنان تسلیم نشدن و همچنان در اوجهای مقطعی قیمت فعالتر میشن. بعد از اون ممکنه قیمت تا سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه پایین بیاد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید نظر شما درباره این ارزها چیه؟ چه ارزهای دیگه ای رو میشناسید که احتمال صعود اونها وجود داشته باشه؟ در آخر فراموش نکنید به چنلمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.